سلام، امیدوارم که خوب بشین. من رامم جی کوکتل تیوی، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو ریاکشن دیگه. قراره با هم به ادامه آلبوم سوریشی پاپولوژیست یعنی کپسول ریاکشن بریم. اولین نکته اینه که عکس کاور رو با هم بررسی کرده بودیم، خیلیاتون کامنت گذاشته بودید درست میگفتید این بوزه داره پایین نمیره بلکه گوشواره خود سوریشی پاپولوژیست توی کاور ترک به هر حال ما نسخ نسخه دیده بودیم. کلی رکورد جابجا کرده با این آلبوم سوریشی پاپولوژیست که می‌خوایم به ترتیب با همین رو ببینیم. اولین رکوردش اینه که تبدیل شد به پر فالوور ترین آرتیست ایرانی روی ساندکلاد بعد از این آلبوم. هم اکنون 168,000 فالوور داره روی ساندکلاد و اونو به رتبه 1 برده، از هیچکس و علی سورنا هم جلو زده که تو سالیان قبل خب اونا بیشترین بودن و الان توی صدر جدول. نکته بعد اینه که داره اینه که تو 7 روز گذشته که منتشر شده این آلبوم، سر جمع روی ساندکلاد 6,025,000 ویو داره آلبوم و دوتا ترک میلیونی ثبت کرده و این خودش رکورد. با توجه به شرایط الان قبل از این آلبوم، آلبوم حق از فدایی تو 2 ماه به 10 میلیون بازدید رسید که اون سرعت باحالی داشت و رکورد دستمون بود، اما اینجوری که داره این آلبوم پیش میره به نظر میاد رکورد حق هم میزنه. نکته جالب اینجاست که با توجه به این همه ویوی که روی ساندکلاد داره، روی یوتیوب فقط 250,000 بازدید داره که مخاطباش هم زیادن تقریبا روی یوتیوب، چون 40K هم سابسکرایب داره. حالا به خاطر شرایط فیلتر شکن یا دسترسی آسون هست روی ساندکلاد نمیدونم، اما این فرقه خیلیه. معمولا هست ولی دیگه این دفعه خیلیه. این از این، می‌خوام بریم ترک بتمن رو با هم گوش کنیم. ترک بتمن رو برو اول که واسه بشه شنیدم، فکر می‌کردم میتونه خیلی به شرایط الان بخوره، چون بتمن میدونم دیگه سوپر هیرو بود و با بدی می‌جنگید و این حرفا و همیشه دشمناش چک و لغدی می‌کرد اما نمی‌کشت و میتونه رب داشته باشه به شرایط الان و اعتراضی باشه، نمیدونم. بریم با هم گوش کنیم ببینیم چه خبره. صدا کم اشو یا دکتر رفو. شروعش یکم شبیه یکی از ترک های تنتاسیون بود این صدایی که داریم. رو بیت کوگون قوی بمون جامعه ضعیف میخواد تو رو به طلب عریف، اینو با هیپ هاپ مخالفن به اسکینی گنگ میگن نعیف. قوی بمون همه جا پر لاشخوره، تو هنو ماسی داشه داشخوره، مسخرم میکنی موهاتو باد برد ولی نمیدونی چی دارم داشت برد فکر میکنی. خب یه کوچولو بعضی جا من متوجه دوست کلامه نشدم، یکم دلیوریش سخت بود برام فهمیدنش. تو هنو ماستی؟ من اینو شنیدم، حالا باید بزنیم عقب. ولی خب گفتش آقا قوی بمون، جامعه ضعیف میخواد که حریفش نشی دیگه. با هیپ هاپ مخالفم به اسکینی گنگ، که اسکینی میشه آدمی که استخونیه دیگه، خیلی اینجوری چارشونه و خیلی هیکلی نیست، به این میگن ضعیف، در حالی که اینجوری نی، طرف گنگ دیگه. سی داشه داشخوره، مسخرم میکنی موهاتو باد برد ولی نمیدونی چی دارم داشت برد فکر میکنی. یه دونه دارم پاسپورت قلابی 1000 تا واسم آب خورد، مجبورم ایران بمونم واس مادرم ولی نمیخوام رپ کنم با سانسور. قوی به مو آدم ضعیف از به رپم پشت بوم، دماغم برفه تو نخو واسه ما بکشی کرد پرداخت کردیم اومده قبضه. قوی به مو با آخرین سرعت دمی شامی باش واسه دخترت خشم. خب داره تو حالت گنگ و نصیحتی طور داره به این مسائل میپردازه که آقا تو فکر کردی من اگه تو ایرانم مجبوریه و پاسپورت ندارم؟ نه، یه پاسپورت قلابی هم گرفتم، 1000 تا هم برام آب خورده به خاطر مادرم اینجا، هم دوست ندارم به آسانسور رپ کنم، میخوام تو کشور خودم باشم، گنگم هر چی دلم میخواد و میخوام بگم. با این داستان شروع شد. اوکی به مو آدم ضعیف از به رپم پشت بوم، دماغم برفه تو نخو واسه ما بکشی کرد پرداخت کردیم اومده قبضه. قوی به مو با آخرین سرعت دمی شامی باش واسه دخترت خشم تو تبدیل به کلمه کن بمونه یک یک صفر پشت سرت اونو خشم تو تبدیل به کلمه کن بمونه یک یک صفر پشت سرت 110 هر چی میخوای بگو، حتی اگه نه منظورش حالا بمونه پشت سرت این که تعقیبت کنه یا از اونها جلو بزنی به هر حال در هر صورت. و یه نکته دیگه هم که داشت اینجا به زن زندگی آزادی هم داشت اشاره میکرد، میگفت حامی بمون همیشه برای دخترت، و داره تو اون مضمون گنگ و اون نصیحت که داره به این داستان هم اشاره میکنه. حامی باش واسه دخترت خشم تو تبدیل به کلمه کن بمونه یک یک صفر پشت سرت اونا تو یو اس بهش میگن 12 گنگای ایران بهش میگن یک یک صفر میگن داشی میخوندن این نت فیزش ببینی شده عشق له رپو میگن باش بیا لو هم همو میدن با 70 کیلو رسیدم به سرد نگو گنده اونا منو دیدن میشناسن هم پای تخت خطر از تو دختر گود نیست ولی میگه علف تو لندن بهش میگه بدی اینجا بهشون میگی پرستو فرق داری نگو. خب پرستیارم به بدبی تشبیه کرد. دلیوری کار مثل دلیوری های همیشه سروش نیم، من دارم خوب متوجهش نمیشم. کلن دوتا ترک قبلی هم که من گوش دادم تا همینجا هم اینو گوش دادیم، واقعا انتظارم از سروش خیلی بیشتر بود تا همینجاش،
واقعا سینم سرد نگو گنده اونا منو دیدن میشناسن هم پای تخت خطر از تو دختر گود نیست ولی میگه علف تو لندن بهش میگه بدبی اینجا بهشون میگیم پرستو فرق داری نگو رو خونی با گروه موجه اگه مجاسه نمیخوام توتون و رپر های یوکی بهش میگم مندم وقتی غروب جمع میشیم لای سوتون رو میذارم تو جیب میگیرن تو دست بچت مال تونی مال کوچه از ایران با سبک و ردبی حتی تو محدودیتم خونه از قوی به موزعیفو میشن خیلی خوب متوجه نمیشم عجیب از سروش و آره دیگه ترکیب گنگ کره با این داستان داره میگه البته خیلی گنگش بیشتر از اون مقدار نصیحتش هست ولی اینم که با 70 کیلو رسیدم به صدرم اشاره کرد نکته جالبی بود حالا خیلی تو رب نره چند کیلویی بخوای برسی به صدر اما کوچه از ایران با سبک و ردبی حتی تو محدودیتم خونه از قوی به موزعیفو میشن تومه یه سیلی باش توی صورت گنده چیزی که بهشون نمیدی فرده چیزی که اونا میکنن هم تخمه قوی بمون اگه حقت باشی قوی بمون چون حقت داشی بزن حرف حق و بدون پاچی زیاد از حد هم میگن تو ما چی قوی بمون حتی باختی زیاد از حد نمیگن تو ما چی اینو من خیلی جا دیدم نمیشه بودن که تو ماج حالا میتونه اگه من یه جوری تلفظ کرده باشه که تو ماج و تو ماج شبیه هم بشن اما زیاد از حد با تو ماچه دیگه حالا نمیدونم به اون نکته اشاره داره یا نه یه چیز دیگه میخواستم بگم یادم رفت بزنیم یکم عقب میگیرن تو دست بچت مال تونی مال کوچه از ایران بستم بچت مال تونی مال کوچه هم نکته جالبیه ما بچه خیابونم دیگه به اینو حتی تو محدودیتم خونه از قوی به موزعیفو میشن تومه یه سیلی باش توی صورت گنده چیزی که بهشون نمیدی فرجه چیزی که اونا میکنن هم تخمه قد اینجا رو مالی گفت چیزی که بهشون نمیدی فرجه است یعنی وقتی بهشون نمیدی میزنی تق 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 فلان و چیزی که اونا میکنن تخمه میترسن دیگه خایفنگ بمون اگه حقت باشی قوی بمون چون حقت داشی بزن حرف حق و بدون پاچی زیاد از حد هم میگن تو ما چی قوی بمون حتی باختی تو فایت یه روزی میبری نمیخوای گاید قسم خوردم واسه نجات آدم ها الان میچرخه دورم رد لایت قوی بمون قسم خوردم واسه جون آدم ها الان دورم رد لایت که اشاره به دنبال پلیس دنبال شو این حرفا اینجا یه چیزی گفت می‌خواستم اشاره کنم گفت فکر کنم قوی بمون حتی اگه باختی تو فایت و به راهنمایی نیاز نداری تمرین و اینا می‌خواد دیگه قوی بمون چیزی می‌بری نمی‌خوای گاید قسم خوردم واسه نجات آدمو الان میچرخه دورم رد لایت قوی بمون اینو می‌فهمم قوی و طوفان جو که واسه سر دریا منم یه روزی می‌میرم هر چی ولی این چغلو می‌میره هر یو قوی بمون واسه پسر دریا جو که طوفان یه ضرب المثلی هست یا یه حرفیه نمی‌دونم ولی فکر کنم خیلیاتون شنیدین که میگه یک دریای آروم هیچ وقت یک ناخدای کارکشته تحویل نمیده و یک دریای طوفانیه که یک ناخدای کارکشته تحویل میده پس کسی که پسر دریایه عملا یه این کار است دیگه و طوفان واسش جوکه چون زیاد دیده پسر دریا منم یه روزی میمیرم هر چی ولی این چغالا میمیره اریا قوی بمون قدرت خودش دراگ پنز و دراگ بد این چغالا میمیرن اریا انقدر دروغ میگن میمیرن اریا گفت میرم هرچی ولی این چغالا میمیره اریا قوی بمون قدرت خودش دراگ پنز و دراگ بد بده قدرت قوی بمون اونا که بد میگم بلادی فرق نره برشون زنده و مرده اینجا رو خیلی بال گفت میگه قوی بمون خود قدرت اعتیاد آوره مثل دراگه اما نذار قدرت بهت دراگ بده چرا؟ چون اونو بهت میده که تو رو ضعیف نگردنه نرسی به بالا اینو دوست داشتم پنزا دراگ بد بده قدرت قوی بمونه که بد میگم بلادی البته پنزا دراگ بد بده قدرت تو دو جور میشه برداشت کرد قدرت خودش دراگه پنزا دراگ بد بده قدرت یعنی به قدرته برسه قدرته دراگ بشه واسد ولی رو دراگ فاز قدرت بر ندار از طرف دیگه هم اون کسی که بالای نظر تو رو چیز خور کنه میدونی؟ این قشنگ بود این خیلی خوب بود طوفان جو که واسه سر دریا منم یه روزی میمیرم هر چی ولی این چغلا میمیره اریا قوی بمون قدرت خودش دراگ پنز و دراگ بد بده قدرت قوی بمون اونا که بد میگم بلادی فرق نره برشون زنده و مرده قوی بمون این آدمو بی رحمه متولد دی سختره به من میره اسنیچ میکنن دارم پک من چون ترجیح دادم بمونم بعد من میگم با سستوری میذاری اسنیچ هم که میشه آدم فروختن و این حرفا دیگه خیلی تو ایران زیاده این کثافت هایی که این کارو میکنن یعنی آمار یارو رو میدن یارو میره بالا ادام مثلا فلان اینا سری چی سری ساندیس مثلا 3 تومن پول سختر بهمن میره اسنیچ میکنن دارم پک من چون ترجیح دادم بمونم بعد من میگم با سستوری میذاشتی حتما آنتی سوشالم مخفیم بعد من گندم دی ان ای نمیخوام آنتی سوشالم مخفیم بعد من میگن آقا خیلی هم روش بود البته که اجرا داد یه اجرا داد البته اجرا خیلی بد بود برای مهسا امینی اجرا داد 10 20 ثانیه بود خودت میدونی من سروش خیلی دوست دارم ولی واقعا اجرای بد بود
و یه 10-20 ثانیه‌ای بود، شاید هم بیشتر، 30 ثانیه بود. اجرا داد برای مهسا امینی، بعدش چی نذاشت که الان داره اینجا میگه دیگه، میگه آقا من کلا آنتی سوشالم، خیلی اجتماعی نیستم و این حرفا، مثل خوبه بتمن دیگه این داستانا. من میگم باز استوری میذاشتی حتما آنتی سوشالم، مخفیم بدبن، گندم دی ان ای نمیخوام قدبن، کلی آدم و شفا داده مدمن، آخاکی بودنم صدمه دیدم، وگرنه باهاتم وسط میهن تو گرمای جنوب، گفتم به کاغان یه روزی شرام ثمره میدن. آخاکی بودن صدمه دیدم، وگرنه باهات بودم تو همین میهن، که این هم واقعا هست، واقعا آخاکی بودن آسیب زیاد خوردیم. این هم یکی از اون چیزایی که باید تغییر کنه، یعنی اکثر آدمایی که خاکی بودن از این مینالن که یکی خنجره رو از نواحی مختلف. آره نباتم وسط میهن تو گرمای جنوب، گفتم به کاغان یه روزی شرام ثمره میدن. قوی بمون چون آدم ها ضعیفن، ولی روخ قوی میگیرن جلوت، مثل من بود شکم باش ولی که نزا کسی ازت بسازی یه بود. قوی بمون کنارتم برو، ولی خودت بمون واسه خودت یه گود، منم تو کلینیک سرم کلینیک کنارتم، نمیخوام باشم یه سود کنارتم، صدا نیستم فقط عملم میکنم. اوکی منم تو کلینیک سرم کلینیک کنارتم، نمیخوام باشم یه سود. خب با هم بسمن رو شنیدیم از سروشی پاپولوژی، ترک سوم، دومی ترک پروازی آلبومش، اولی سوگند بود. به نظر من سروش یه کوچولو افت توش میبینیم، البته منطقی میاد که حال روحی و شرایط اوکی نیست و این یحتمل برش اتفاق افتاده و خیلی آدم دل و دماغ نداره، خود همیشگیمون خیلی همون نیستیم، سروش هم مستثنا نیست از این داستان، به احتمال زیاد روش تأثیر گذاشته و خودم مثلا تا اینجا سه تا ترک گوش دادم ازش، اون سروشی که من انتظار داشتم نیست، شاید هم انقدر خوب بوده انتظارا رفته بالا. در هر صورت آلبوم همه چی استاندارد بود، خوب بود، ولی انتظارها مخصوصا خود من بیشتر بود. یه کوچولو تو این آهنگ من دلیوری رو کامل متوجه نمی‌شدم، برعکس اکثر کارهای سروش که کامل راحت متوجه می‌شدم، ولی در کل خوب بود. یه حالت چیز داشت دیگه، انگیزشی طور داشت، یکم اینجوری همچین با خودت گوش کنی جلو آینه داری می‌خونی میگی قوی بمون، میدونی یکم هم از خودش میگفت و این حرفای همچین مودی داشت، قوی بمون اوکی میشه، قوی بمون، اینا دارن ادا قوی بودن در میارن، قوی بمون اینجوریه، نذار در با دراگ فاز قدرت نگیر، به قدرت برسون خودش دراگه اینجوری، و حرفا اینجوری میزد که جذاب بود، میتونست خیلی کمک کنه. اما نمیدونم، حالا فکر کنم که ترکای بجز سیاسی هم داشته توی آلبومش، که فکر کنم خیلی مثلا قرص دور به نظر مثلا وقت منتشر کردنش الان نبود، اما به هر حال در قالب یه آلبوم وقتی کار میکنی نمیشه همه رو مثلا کل آلبوم یه وایب باشه یه جور باشه، و بعد مدل آلبوم دادن اینجوری دیگه. حالا گرچه که ای پی بود میتونست مثلا ترک های کمتری داشته باشه، اما خب یه حق دیگه هم که میشه بهش داد اینه که آلبوم خب نسخ نسخه رو همونطور که میدونیم پدرش رو درآوردن، هزار جا پخش کردن، من خودم اصلا نمیخواستم این آلبومو گوش کنم، انقدر گذاشتنش یعنی دوزیاشو گوش کنم نمیخواستم اصلا گوش کنم، انقدر تو سانکلات هست، شما هر ترکی گوش میدی تو سانکلات شافل یکی از این پلی میشه از اون ورژن های دوزیه نسخه، و این خیلی بده، همشون هم ویوهاشون بالای 500-600 کا فلان و اینها، که منم حالا چند تاشو گوش داده بودم دیگه، شافل پلی شد و یو پشمام ریختیدم از ایناست، و اونا خیلی اون دستایی که گوش داده بودم خیلی قوی بود، و قرصم یک کدرلی که پخش کرده فکر کنم همینه دیگه، داشت هدر میرفت فکر کنم دیگه، همه بشکلی خاطره ساخته بودن اونایی که دوزی گوش میدادن و یه جوری تو این آلبوم گذاشتش دیگه که بیاد بیرون و اتفاق نیفته، پوونم گذاشت توش که یکم شاید اون وایبش عوض بشه و یه ورژن جدید باشه دیگه. خلاصه این از این، دمتون گرم که تا لحظه ویدیو رو تماشا کردین، نظر خودتون راجع به آلبوم کپسول بنویسید، به نظرتون تو الان بهترین ترکش کدوم بوده. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.